بریم ببینیم چی داری؟ ماشاءالله. آره بینه. زانو درد و سر درد و دیسک کمر. اینا سه تا شخصیتاته. بله بله. بفهم. چه مریضی؟ نه یعنی میگم مریضی اونا رو داری یا نه نه دکتره. دکتر. با دکتر. اینا سه تا آدمن مثلا. چند روز پیش یک سر درد خر یک خر دائم به فکر درد سر دید زانو با کمر هم صحبت است درد این از دیسک آن ناراحت است این وسط سردرد هم خرکیف شد گفت از اول نبودم حیف شد پس اگر کم شد فشار معرکه می شوم آتش بیار معرکه او که از این وضع خیلی حال کرد جر و بحث آن دو را دنبال کرد گفت زانو درد ای دیسک کمر دردهایم را نمی بینی مگر دردم از دیسک است و درمان نیز هم درد دارم پشت فرمان نیز هم سخت می گیرم کلاژ و گاز را یا که ترمز پشت دستنداز را همجواری با تو آری ریسک بود دیسکت الحق که خیلی دیسک بود بین حرفش ناگهان سردرد خر گفت زانو راست میگوید کمر کشکک بیچارهش تشتک شده تاندونش عینهو پشمک شده دیسک آخر سر سکوتش را شکست گفت ای سردرد خر دیگر بس است این وسط دیگر نباش آتش بیار گرچه میخاری ولی کمتر بخار بعد رو به درد زانو کرد و گفت هرچه گفتی نیست غیر از حرف مفت من به ران و ساق پا سر میزنم گر بیایم پیش تو در میزنم فکر کردی درد تو از دیسک است نه عزیزم دردت از مینیسک است باش بعد از این به فکر چاره ای گهگداری فیزیوتراپی برو بعد از آن هم کافه شاپی برو نوش کن دمنوش‌های گرم را سفت کن قزروف‌های نرم را یا برو استخر گاهی مثل من یا برو حمام بنشین در لگن باز هم سردرد خر آمد وسط گفت دارم میروم اما فقط اسم من را چون که خر بگذاشتید قهر بودید و کنون هم آشتید آنچنان دردی بگیرم تا سحر تا که هم زانو بگیرید هم کمر هیچ دردی بدتر از سردرد نیست هیچ دردی مثل من نامرد نیست به افتخاره خیلی از سردرد شاکی بودا آره بعد واقعا کسایی که این درد رو کشیدن الان درک میکنن من میدونم شهاب زانو درد رو کشیده بله بله کمر چی؟ نه کی کمر رو کشیده؟ دیسک کمر اینا؟ آخ 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 من عموم واسه خودش پهلوونی بوده آقا چهار دست و پا شده بود از این دیسک کمر یعنی میدونم که درد شدیدیه باریکلا اشاره های باحالی داشتی فعلا چراغ نداریم ولی از شهاب عزیز شروع میکنیم امروز گیر دادی به من ها از خانم نظام دوست شروع خانم نظام دوست سفید دادم بفهمید ببین تو عالی هستی من چی بگم اینقدر خوبی اینقدر ما رو همراه میکنی و اینقدر من لذت میبرم از شنیدن شعرهای تو فقط میتونم بهت بگم که دوست دارم همش ببینم کاراتو بشنوم و لذت ببرم همین متشکرم جناب خمسه این ژانر یا این سبک از شعر رو حفظ میکنی و ادامه میدی جای تایید و تشویق داره خیلی خوشحالم که همچنان یک سبک رو ادامه میدی خب طبعا تو این سبک به مرور جا میفتی و حتما کاستی های قبل هم از بین میره ولی نمیدونم چرا احساس میکنم مناظره های قبلیت قوی تر از این مناظره بود حالا یا من اشتباه میکنم یا نظر دوستامو بپرسم شاید تایید کنم یعنی قبل از این مناظره اون مناظره های قبلیتون رو بیشتر دوست داشتم
ولی خب چراغم راجع به میکروب و باکتری و اینا بود. نه نه من احساس میکنم انرژی امشبش کمتر بود. بعید نیست خانم. شما میگی یا آره نه من محمد و شعراشو میشنوم یاد متنای حمزه صالحی میفتم که برای تو همیشه مینویسه. آره اونم اصلا یک مغز آشفته مثل محمد. آدم عجیبیه اون. خیلی آدم عجیب غریبه. اونم از این شعرهای کوچیک کوچیک شروع کرد. دوست دارم یعنی این چیزای عجیب و غریبی میای ترکیبی میزنی خیلی مثل مغزت انگار ماشین آب میوه گیریه، یعنی همه رو اونجا مخلوط میکنه قشنگ. البته قبول دارم من حرف آقای خمسه رو یه ذرهش قبول دارم که مثل قبل نبود، یعنی خنده کمتری داشت، شاید اصطلاحات خنده داره کمتری استفاده کردی، ولی در نهایت سفید قربونتون برم. آقا شهرام حتما تکمیل میکنه، من فقط اینو ازتون خواهش کنم ببخشید. در نظر بگیرید اجرایی که رو به پایان شب میره یه خورده بچه‌ها خسته‌ترین. بله ببخشید گفتم، بفرمایید. اصلا ما چه انتظاری از شاعرامون داریم؟ ببین بچه‌های بازیگر میتونن برن یه دفعه، بچه‌های نمایش یه دفعه متن رو عوض کنن یه نمایش خیلی بهتر بشه، جای دو تا بازیگر رو جابجا کنن. شاعر چیکار مگه میتونه بکنه؟ پیشرفت شعرا بطئیه، یعنی ممکنه در 5 سال شما متوجه پیشرفت شاعر بشی. عزیز ما آقای محمدی دیگه مگه چی کار میتونه بکنه؟ از طرفی داره مناظره مینویسه، این هم خودش بالاخره محدودش کرده. آره یه خورده محدودیت داره، خیلی نمیشه این گرفتاری بچه های شاعره. شما چون فقط هم داری مناظره مینویسی، یادت باشه اون شگفت‌انگیز بودن رو از دست میده، خودکار میشه متنت، بعد اون وقت دیگه واکنش خنده نمیگیری. این به ضررت تموم میشه. بریم قسمت بعد بریم.